در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست، کتاب سوم، طرف گرمانت دو، راوی محمد حسنپور، قسمت نهم. نه تنها دیگر دلداده آلبرتین نبودم، بلکه دیگر این ترس را هم نداشتم که چون آن زمان در بلبک علاقه دوستانه‌ای را خراب کنم که دیگر به من نداشت. هیچ شکی نبود که از مدت‌ها پیش به من سخت بی‌اعتنا شده است. می‌فهمیدم که در چشم او دیگر به هیچ رو عضوی از آن دسته کوچکی نبودم که در گذشته بسیار کوشیدم به آن بپیوندم و از موفقیتم آن مایه شادمان شدم. وانگهی از آنجا که دیگر آلبرتین آن حالت پاکی و صفای زمان بلبک را نداشت، چندان ملاحظه‌ای حس نمی کردم. با این همه، بگمانم آنچه عزمم را جزم کرد، یک کشف زبانشناختی دیگر بود. همچنان که آلبرتین در گوشه تختم نشسته بود و من برای افزودن حلقه تازه‌ای بر رشته ظاهری آسمان و ریسمانی که میل درونیم را در پسش پنهان می کردم، حرف را به یکی از دختران دسته کوچک کشاندم که از همه ریزه تر بود اما باز به نظرم خوشگل می آمد، آلبرتین در پاسخم گفت: آره، به یه موسومه کوچولو می مونه. بدیهیست که وقتی آلبرتین را شناختم، واژه موسومه به گوشش نخورده بود. می توان چنین پنداشت که اگر اوضاع به روال عادی خود مانده بود، آلبرتین هرگز آن واژه را فرا نمی گرفت و این از نظر من هیچ اشکالی نداشت، چون واژه از این ناخوشایندتر نیست. با شنیدنش همان دندان دردی به آدم دست می دهد که زمانی که تکهی بی اندازه بزرگی از بستنی را به دهان می گذارد. اما از زبان دختری به خوشگلی آلبرتین، حتی موسومه هم ناخوشایندم نبود. ولی در عوض به نظرم می آمد که آن کلمه اگر نه از شناختی بیرونی، دست کم از تحولی درونی نشان دارد. بدبختانه هنگامی بود که اگر می خواستم او به موقع برای شام به خانه برگردد و خود نیز به شام از بستر برخیزم، باید با او خداحافظی می کردم. شامم را فرانسواز تهیه می کرد و تأخیر در خوردنش را خوش نمی داشت و حتی همین را هم که آلبرتین در نبود پدر و مادرم آن اندازه دیر پیش من مانده باشد و همه چیز را به تأخیر بیاندازد، مغایر یکی از اصول اخلاق نامه خیش می دانست. اما در برابر موسومه همه این ملاحظات نقش براب شد و بیدرنگ گفتم: فکرشو بکنین که اصلا قلقلکی نیستم. حتی اگه یه ساعتم قلقلکم بدین، هیچ طوریم نمیشه. جدی؟ باور کنین. بدون شک فهمید که دارم تمنایی را ناشیانه به زبان میآورم. چون به حالت کسی که پیش قدم میشود سفارشی را برایت بکند که جرأت درخواستش را نداشته ای، اما از گفته هایت میفهمد که شاید به کارت بیاید، با تمکینی زنانه گفت: میخواین امتحان کنم؟ هر طور میلتونه، اما راحت تره که کاملا رو تخت دراز بکشیم. اینطوری؟ نه، بیشتر. آخه زیادی سنگین نیستم؟ هنوز این را نگفته بود که در باز شد و فرانسواز چراغ به دست آمد. آلبرتین فقط اونقدر فرصت داشت که روی صندلی بنشیند. شاید فرانسواز در آن سوی در به گوش بود و حتی از سوراخ کلید نگاه می کرد و درست در لحظه ای آمد که ما را غافلگیر کند. اما نیازی به این گمان زنی من نبود، چون شاید او فقط می خواست به چشم خود نیز آن چیزی را ببیند که به شمع غریزی به خوبی از آن خبر داشت. چون از بس با من و پدر و مادرم زندگی کرده بود، از ترس، احتیاط، توجه و نیرنگ رفته رفته به همان نوع شناخت غریزی و تقریبا پیشگویانه از ما دست یافته بود که ملاح از دریا، شکارچی از نخجیر و اگر نه پزشک از بیماری، دست کم اغلب بیمار از آن دارد. بسیاری چیزهایی که موفق می شد بفهمد، به درستی به همان اندازه شگفت‌آور بود که پیشرفتگی مردمان دوران باستان در برخی زمینه‌های علمی با توجه به امکانات اطلاعاتی ناچیزی که داشتند. امکانات فرانسواز هم بیشتر از آن نبود. هرچه بود چند جمله‌ای بود که حتی یک بیستم آنچه سرشان می گفتیم نمی شد و خانسالار گذرا می شنیده و به شکل نادقیقی به آشپزخانه منتقل می کرد. و تازه اشتباهایش به همان سان که نزد مردمان باستانی و همان گونه افسانه هایی که افلاطون باور داشت،
بیشتر از جهانبینی نادرست و پیش‌داوری‌های ذهنی بود تا نابسندگی امکانات مادی. چون این است که هنوز در همین زمان ما هم بزرگترین کشفیات در زمینه رفتار حشرات کار دانشمندی است که هیچ لابراتوار و هیچ دستگاهی در اختیار نداشته باشد. اما همچنان که محدودیت‌های موقعیت خدمتکاریش مانع دستیابی او به دانش ضروری برای رسیدن به هنری که هدف غایی آن دانش بود نمی‌شد، که آن هنر عبارت بود از گیج کردن ما با مطلع کردنمان از دستاوردهای آن دانش، اجبار کمکی از این هم بیشتر به او کرده بود. مانع نه تنها جلوی پیشتازیش را نگرفته، بلکه بسیار بر نیرویش افسوده بود. شکی نیست که فرانسواز از کاربرد هیچ ابزار کمکی، مثلا شیوه های خاص حرف زدن یا رفتار کردن، ابا نداشت. از آنجا که هرگز آنچرا که ما به او می گفتیم و دلمان می خواست بپذیرد باور نمی کرد و در عوض یاوه ترین چیزهایی را که هر کسی از همگنانش به او می گفت و در ضمن می توانست مایه شگفتی ما شود، بدون ذره ای شک می پذیرفت، به همان اندازه که رفتارش هنگام گوش کردن گفته های ما نشانه ناباوری بود، در بازگویی ماجرایی که آشپزی برایش تعریف کرده بود چنان تأکیدی به کار می برد که نشان می داد گفته های او برایش حکم انجیل را دارد. آن ماجرا این که آشپز اربابانش را تهدید کرده و جلوی چشم همه کثافت خوانده بود و به این وسیله به چه چیزها که دست نیافته بود. نقل غیر مستقیم این امکان را به فرانسواز میداد که آزادانه بدترین دشنام‌ها را به ما بگوید. حتی این را هم اضافه می‌کرد که اگه من جای خانومش بودم خیلی به هم بر می‌خورد. هر چقدر هم که ما به رغم بی‌علاقگی اصولیمان به خانم طبقه پنجم، با شنیدن چنین ماجرای ناخوشایندی آنچنان که در برابر یک افسانه باور نکردنی شانه بالا می‌انداختیم، لحن فرانسواز هنگام تعریف ماجرا قاطعیت و حدت بیچون و چرا ترین و تکان دهنده ترین تایید را به خود می گرفت. اما از این هم بالاتر، همچون نویسندگانی که بر اثر گرفتاری در تنگنای جور یک پادشاه یا اجبارهای بوتیقا یا درگیری با قواعد انعطاف ناپذیر عروض یا مذهب رسمی، اغلب به نیروی تمرکزی دست می‌یابند که در یک رژیم آزاد سیاسی یا هرج و مرج ادبی از آن معافند، فرانسواز هم که نمی‌توانست به شیوهی رویارو به ما جواب بدهد، چون تیرزیاس حرف می‌زد و اگر بنا بود بنویسد تاسیدوار می‌نوشت، می توانست همه آنچه را که مستقیما یارای گفتنش را نداشت در جمله‌ای بگنجاند که نمی توانستیم آن را بر او خورده بگیریم، مگر اینکه خودمان را محکوم کنیم. نه یک جمله که از آن هم کمتر، در لختی سکوت، در شیوه جابجا کردن چیزی. بدین گونه اگر بی احتیاطی می کردم و روی میزم در میان نامه های دیگر نامه ای را هم رها می کردم که فرانسواز نباید می دید، مثلا به این دلیل که در آن درباره او به زبانی بدخواهانه سخن گفته شده بود که به یک اندازه از کمال بدخواهی فرستنده و گیرنده نامه در حق او نشان داشت، شب اگر بیقرار به خانه برمی گشتم و یک راست به اتاق خودم می رفتم، روی نامه هایم که با نظم بسیار دسته شده بود، اول از همه آن سند رسوایی آور به چشم می‌خورد، همچنان که محال بود به چشم فرانسواز هم نخورده باشد و او آن را روی بقیه نامه‌ها انگار مجزا به حالت شاهدی گذاشته بود که برای خودش زبانی بود، گویا بود و از همان آستانه در آنچنان که فریادی تنم را می‌لرزانید. در تدارک این گونه صحنه‌سازی‌ها که هدفش آموزش بیننده در غیاب خودش بود، چنان مهارتی داشت که بعد وقتی خود به صحنه پا می گذاشت، بیننده خوب می دانست که او همه چیز را می داند. فرانسواز در این گونه به حرف آوردن یک شیء بی جان از همان هنر نبوغامیز و بردبارانه ایروینگ و فردریک لومتر برخوردار بود. در آن لحظه همچنان که چراغ روشنی را بالای سر آلبرتین و من گرفته بود که هیچ کدام از فرو رفتگی هایی را که هنوز از سنگینی تن او بر رو تختی باقی مانده بود نادیده نمی گذاشت، به تصویر عدالت در حال افشای جنایت می مانست. آن روشنایی به رخسار آلبرتین لطمه نمی زد. برگونه هایش همان جلای آفتابینی را می نمایانید که در بلبک افسونم کرده بود. آن چهره آلبرتین
که مجموعش گاهی در هوای آزاد به گونه‌ای رنجورانه رنگ پریده بود، در آن لحظه برعکس، همچنان که چراغ روشن‌ترش می‌کرد، سطوحی چنان درخشان و یکسان رنگ‌آمیزی شده، چنان استوار و صاف داشت که می‌شد آنها را با رنگ و رخ زنده برخی گل‌ها مقایسه کرد. در این حال من غافلگیر از ورود سرزده فرانسواز به صدای بلند گفتم: چطور؟ به این زودی چراغ آوردین؟ وای که چه نور تندی! بدون شک قصدم از جمله دوم پنهان کردن دستپاچگیم و از اولی عذرخواهیم به خاطر تأخیرم بود. فرانسواز با لحن دو پهلوی بی‌رحمانه‌ای در پاسخم گفت: پس میخواین چطور باشه؟ خامیش؟ موش؟ این را آلبرتین در گوشم گفت و مرا شیفته سرعت و عادتش در نکته سنجی کرد که چگونه این کنایه روانشناسانه را با من در آن واحد به عنوان آموزگار و همدستش با لحن پرسشی دستوری در میان گذاشت. پس از آن که فرانسواز رفت و آلبرتین دوباره روی تختم نشست، گفتم: میدونید از چی میترسم؟ میترسم که اگه همینطور ادامه بدیم نتونم میل بوسیدن شما رو مهار کنم. در اون صورت خیلی حیف میشه. به این دعوتش در همان لحظه تسلیم نشدم. هر کس دیگری همین را هم نالازم میدانست، چون آلبرتین سخن گفتنی چنان هوس انگیز و نرم داشت که با همان حرف زدن انگار آدم را میبوسید. گفته ای از او لطفی بود و گفتگویش آدم را بوسه باران میکرد. با این همه دعوتش برایم شیرین بود. از زبان هر دختر زیبای دیگری در سن او هم چنین میبود. اما اینکه دیگر آلبرتین آنگونه دست یافتنی شده باشد، مرا دستخوش چیزی بیش از لذت رویاروی تصویرهای آمیخته به زیبایی میکرد. آلبرتین را اول در برابر پلاژ انگار نقاشی شده بر زمینه دریا به یاد میآوردم که در چشمم به همان گونه آری از وجودی واقعی بود که آن تصویرهای صحنه تئاتر که نمیدانی هنرپیشه ایست که باید بازی کند یا بدلی که در آن هنگام به جای او میآید، یا فقط عکسی بازتابانیده. سپس زن واقعی از دسته نور جدا شد، به سوی من آمد، اما تنها برای آن که ببینم به هیچ رو در جهان واقعی آن آمادگی عاشقانه ای را ندارد که در آن چشم‌انداز جادویی به نظر می آمد داشته باشد. فهمیدم که لمس کردنش، بوسیدنش ممکن نیست و تنها می توان با او گفت و شنید، و او برای من به همان اندازه زن است که انگورهای ساخته شده از یشم زینت ناخوردنی میزهای قدیم ترها انگور بود و حال در پرده سومی در برابرم پدیدار می شد، همانسان واقعی که در دومین شناختی که از او داشتم، اما دستیافتنی، آنچنان که در اولی بود، دستیافتنی و به گونه‌ای هرچه لذتناکتر، چون دراز زمانی پنداشته بودم که چنان نیست. افزوده دانشم درباره زندگی، زندگی نه با آن هماهنگی و سادگی که در آغاز تصور کرده بودم، موقتاً به انکار هر مطلقی می انجامید. چرا می توان به یقین گفت آنگاه که هرچه در آغاز محتمل انگاشته می شد نادرست از آب در می آمد و سپس در مرحله سوم حقیقت می یابد؟ و افسوس که کشفیاتم درباره آلبرتین به همانجا پایان نمی یافت. به هر حال، حتی اگر جاذبه شاعرانه این آگاهی که زندگی پرده‌های بس بیشتری را یکی پس از دیگری به روی آدم می‌گشاید وجود نداشت، جاذبه عکس آنی که سنلو در شام‌های ریوبل می‌دید و در میان نقاب‌هایی که زندگی بر چهره آرامی کشیده بود، خطوطی را باز می‌یافت که در گذشته لب بر آنها نهاده بود. دانستن همین که بوسیدن گونه‌های آلبرتین شدنی است، برای من لذتی شاید بیش از بوسیدنشان داشت. چه فرقی است میان تصاحب زنی که تنها تن تو با او میآمیزد، چون تکه گوشتی بیش نیست، و تصاحب دختری که برخی روزها با دوستانش کنار دریا میدیدی، بیان که بدانی چرا تنها در آن روزها و نه روزهای دیگری، و همین تنت را میلرزانید که مبادا دیگرش نبینی. زندگی به مساعدت سراسر رمان آن دخترک را بر تو فاش کرده، برای دیدنش چشم ابزاری و سپس یکی دیگر را به تو وام داده، تمنای جسمانی را با تمناهای معنوی تر و سیری ناپذیر تری که آن یکی را صد چندان و گوناگون می کند همراه کرده بود، که تا وقتی آن تمنا جز در پی دستیابی به تکیه گوشتی نیست،
او را به راه خود تنها رها می کنند و در رخوت خیش می مانند. اما برای تسخیر سر تا سر زمینی از خاطره که خود را به حسرت از آن تبعید شده می دانند، توفانوار در کنار تمنای جسمانی سر بر می افرازند. بران می دمند و عظمتش می دهند. و چون نمی توانند تا حد تحقق یک واقعیت غیر مادی، تا حد درامیختن با آن که در شکلی که آرزویش هست نشدنیست، همراه آن تمنا پیش روند، در نیمه راه منتظرش می مانند و در بازگشت همراهیش می کنند. به جای گونه های هر دختری که شد، هرچند شاداب اما بینام، بیراز، بیمنزلت، بوسیدن گونه هایی که دیر زمانی آرزویشان را داشته ای، پی بردن به مزه و طعم رنگی است که اغلب نگاهش کرده باشی. زنی چون آلبرتین را بر زمینه دریا، تصویری ساده در دکور زندگی دیده ای و سپس چنان می شود که می توانی این تصویر را بیرون بکشی، به کنار خود بیاوری و اندک اندک حجم و رنگهایش را ببینی، انگار که او را پشت عدسی های یک استروسکوپ گذاشته باشی. از همین روز که زنان اندکی دشوار که زود به دست نمی آیند یا حتی نمی دانی که آیا هرگز به دست می آیند، تنها زنانی هستند که جالبند، زیرا شناختنشان، نزدیک شدن به ایشان، به دست آوردنشان، به منزله کم و بیش کردن شکل و اندازه و برجستگی تصویر آدمی است. درسی در نسبتگرایی در شناخت یک زن است که وقتی دوباره در دکور زندگی تن نازک خیش را باز می‌یابد، دوباره دیدنش زیباست. زنانی که نخستین بار نزد واسطه می‌شناسی، به کاری نمی‌آیند چون نامتغیر می‌مانند.